بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. یکی از مسائل مهمی که درباره انسان شناسی مطرح میشه، این است که انسان برای چی آفریده شده، به سوی چه مقصدی در حرکت است و آخرین کمالی که ممکن است به او نائل بشه چیه. این سوالات را میتونیم در یک جمله خلاصه کنیم که هدف از آفرینش انسان چیه. ما هر جا برخورد کنیم به شخص حکیم و عاقلی که کاری را انجام میده یا چیزی را میسازه، این سوال برامون مطرح میشه که چرا این کار را انجام میده و برای چه منظور این مصنوع را میسازه. با دانستن اینکه خدای حکیم انسان را آفریده، طبعا این سوال در مورد انسان هم مطرح میشه که خدای متعال انسان را برای چی آفریده و هدف او از این آفرینش چی بوده. پاسخ دادن به این سوال غیر از این که حس کنجکاوی انسان را اقناع میکنه و غریزه حقیقت جویی انسان را ارضاء میکنه، اهمیت دیگری داره و اون این است که ما در صورتی میتوانیم راه صحیحی را در زندگی انتخاب کنیم که هدف نهایی را درست بشناسیم. اگر ما طالب کمال هستیم که فطرتاً هستیم، باید بشناسیم که کمال نهایی ما چیه تا راهی را در زندگی برگزینیم که به سوی این هدف باشه و به این مقصد منتهی بشه. و اگر ما کمال نهایی خودمون را نشناسیم و ندونیم برای چی آفریده شدیم و به چه کمالاتی میتونیم نائل بشیم، هر راهی را در زندگی انتخاب کنیم ناآگاهانه خواهد بود. راهی نیست که از نظر عقلی سنجیده باشه و قابل اعتماد باشه. اما اگر دانستیم که هدف نهایی ما چیه، انسان دارای چه استعداداتی است و این استعدادات را چگونه میتواند به فعلیت برساند و به چه کمالاتی نائل بشه، اون وقت است که ما میتونیم یک انتخاب صحیحی در زندگی داشته باشیم. به هر حال این یکی از مسائل خیلی مهم در مورد انسان شناسی است
و چنان که بعدها اشاره خواهیم کرد اساس فلسفه اخلاق اسلامی است. در بحث های گذشته مطالبی داشتیم که توجه به اونها به پاسخ دادن به این سوال کمک میکنیم. خوب است برای اینکه از این مقدمات درست بهره برداری بشه اونها را فهرستوار یادآوری کنیم. در مسئله خداشناسی بحثی داشتیم درباره اینکه افعال الهی حکیمانه هست و خدای متعال کار عبث و بیهوده انجام نمیده. پس این مقدمه را میتونیم به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که کار خدا حکیمانه هست و دارای هدف صحیحی خواهد. در همون جا باز توضیح دادیم که هدف الهی از افعالی که انجام میده نفعی نیست که عائد خودش بشه و توضیحاتی دادیم که به این نتیجه منتهی شد که هدف نهایی از جمیع افعال الهی خود ذات مقدس پروردگاره ولی اهداف متوسطه‌ای هست که قبل از رسیدن به هدف نهایی باید روی اونها هم حساب کرد. پس در این حال که خدای متعال هدف حقیقی خارج از ذات خودش نداره و افعالش را به مقتضای صفات خودش انجام میده و نمیخواد واجد چیزی باشه بشود که اون را ندارد، در اثر کار به چیزی برسد که قبلا اون را نداشته، چنین نیست. در این حال دیدیم که افعال غایات متوسط و هدفهای متوسطی برای افعال الهی میشه در نظر گرفت که قرآن کریم هم اونها را تأیید میکنه. باز در همون بحث بر اساس اونچه از آیات کریمه قرآن استفاده میشد به این نتیجه رسیدیم که هدف از آفرینش جهان فراهم آمدن آفرینش انسان است و یا احیاناً موجود دیگری مثل انسان یا کاملتر از انسان که خدا بعدها بیافریند. ولی اونچه قرآن اون را ذکر می فرمود آفرینش انسان. و هدف از آفریدن انسان این است که مسیر زندگی خودش را با انتخاب خودش اختیار کنه و سرنوشت نهایی خودش را به دست خودش بسازه و به تعبیر قرآن هدف از آفرینش ابتلاء و آزمایش انسان بود. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید.
معنای آزمایش هم در مورد آزمایش خدا در بحث‌های قبلی روشن شده که دیگه اونها رو تکرار نمی‌کنم. هدف دیگری که در طول این هدف هست و رتبتاً متأخر از این هدف، کما اینکه زمانن همچنینه، این است که انسان به پرستش خدا بپردازد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش کنند. با توضیح به اینکه این پرستش نفعش عائد خود انسان خواهد شد و کمترین نفعی برای ذات مقدس الهی نداره. و باز از آیات شریفه استفاده می شد که بعد از پرستش هم هدف متوسط دیگری هست که رتبتاً متأخر از این است و اون این است که در اثر پرستش انسان شایستگی پاداش جاودانی الهی پیدا کند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، البته در اینجا یک هدف تبعی هم هست، چون انسان موجود انتخابگره میتونه راه صحیح را انتخاب کنه و میتونه راه غلط را. هدف اصلی این است که انسان راه صحیح را انتخاب کنه و به پاداش شایسته‌ای برسه. ولی چون ممکن است راه غلط را انتخاب کنه، برای او هم میبایست هدفی در نظر گرفت. هدف او هم کیفری است در خور اعمال خودش. بنابراین میتونیم بگیم که هدف آفرینش انسان این است که راهی را با انتخاب تعیین کند و به نتایج اون که یا سعادت ابدی است و یا شقاوت ابدی برسد. منتها رسیدن به سعادت هدف اصلی است. ولذالک خلقهم، خدا انسان را برای رحمت آفریده، طبق یکی از دو تفسیری که در این آیه عرض شد. و رسیدن به کیفر هدف تبعی است، یعنی چون نمیشه انسان انتخابگر بر اساس انتخاب خودش هر راهی را انتخاب کرد به یک نتیجه برسه، ناچار باید دو هدف نهایی در نظر گرفته بشه. یک راه دار رحمت و سعادت است و یک راه به سوی عذاب و دوزخ. در بعضی از آیات حتی هدف تبعی قبلاً ذکر شده. در آخر سوره احزاب بعد از این که می‌فرماید ما امانت خودمون را به انسان سپردیم، در نهایت می‌فرماید لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. و عجیبه که در این آیه اول منافقین و منافقات را ذکر می‌کنه. ما این امانت رو به دست انسان سپردیم تا روزی منافقین و منافقات را خدا مورد عذاب قرار بده و مشرکین و مشرکات را، و از سوی دیگه مؤمنین و کسانی که اعمال شایسته انجام دادند اونها را به مغفرت و رحمت خودش نائل بگردن.
حوادثی که در این ایام اتفاق میفته یکی از نکته های تقدیم ذکر منافقین و منافقات را برای ما روشن میکنه که اگر اینها آبی ببینند از هر کافر و مشرکی شناگرترند، جنایاتی که اینها میکنند قابل مقایسه با هیچ مشرکی، بت‌پرستی، کافری نیست. وقتی انسان به نفاق افتاد اونچنان مسخ میشه و انسانیت خودش را از دست میده که از هر دیو و ددی درنده‌تر میشه. حوادثی که این روزها شنیدید که چه جنایات عجیب وحشتناکی به وجود آوردند، اون هم با برادران اسلامی خودشون و هموطن خودشون، که نشانگر این است که نه تنها اینها از اسلام بویی نبردند بلکه از انسانیت هم دیگه در اینها چیزی باقی نمونده. به هر حال هدف نهایی برای وجود انسان و سیر تکاملیش رسیدن به سعادت یا شقامت ابدی است که یکی از اینها هدف اصلی است و یکی هدف تبعی. رحمت و سعادت و کمال نهایی هدف اصلی است، عذاب و شقاوت و انحطاط اختیاری هم هدف تبعی است. اینها مطالبی بود که از آیات کریمه قرآن در زمینه هدف آفرینش به طور کلی استفاده کرده بودیم و توجه به اینها برای بحث فعلیمون که میخوایم به تفصیل بیشتری درباره اون بپردازیم مفید. از سوی دیگه در همین بحث انسانشناسی به این نتیجه رسیدیم که انسان دارای حیات ابدی است و در واقع مراحل زندگی انسان را پس از تولد در این عالم به دو مرحله کلی میشه تقسیم کرد، یکی زندگی دنیا و یکی زندگی آخرت. گو این که قبل از تولد هم میشه مراحل دیگری را در نظر گرفت که اونها محل بحثمون نیست و معمولا هم در آیات کریمه قرآن روی این دو مرحله تکیه شده. و ان لنا للآخرت والأولى، و باز رابطه زندگی دنیا و آخرت را بر اساس آیات کریمه توضیح دادیم که یکی مقدمه دیگری است و از دیدگاه قرآن زندگی دنیا هدف نیست بلکه پلی است که می باید ازش عبور کرد، جاده است که باید ازش گذشت و به مقصد رسید. اون مقصد زندگی ثابت و ابدی و جاودانی است که اون دیگه حالت سیر و سفر نداره، بلکه نتایج سیر و سفر در اونجا به دست میاد. با توجه به این مطالب هم روشن میشه که هدف نهایی انسان نمیتونه در این عالم باشه، برای اینکه این عالم خودش عالم سیر است. هیچگاه نمیشه هدف مسافر را در مسیر تعیین کرد. هدف مسافر مقصدی است که بعد از سفر بهش میرسید.
وقتی دانستیم که هر انسانی در این دنیا هر قدر عمر کند هزارها سال هم باشد، اگر فرض بشه میلیونها سال هم باشه، ماهیت این زندگی ماهیت سفر است. بنابراین هدف نمیتونه در این مسیر قرار بگیره، هدف در منتها الیه این مسیر است، اونجایی است که بعد از پایان سفر بهش میرسیم. این هم به ما کمک میکنه که بفهمیم هدف نهایی آفرینش انسان در این جهان نیست، بلکه این جهان جهانی است که میبایست به سوی اون آن هدف حرکت کرد و تلاش کرد که به اون هدف برسیم و اون کمال را تحصیل کنیم. در اینجا تکیه بحث روی این است که اون هدفی که شایسته انسان است و اون کمالی که این موجود با امکانات و استعدادات ویژه خودش میتونه بهش برسه چیه؟ یعنی از این بحث میخوایم منتقل بشیم به بحث ارزش. تا اینجا ما حقایقی ثابتی را بررسی می‌کردیم، واقعیت‌های عینی را آنچنان که هست می‌جستیم. حالا می‌خوایم از این مقدمات نتیجه‌ای بگیریم که انسان چه می‌باید باشه. یعنی انسان باید چه هدفی را در نظر بگیره و فعالیت‌های خودش را در جهت رسیدن به اون هدف تنظیم کنیم. یک بحث‌های فلسفی دقیقی هست که آیا از شناخت واقعیات ما میتونیم بحث‌های ارزشی را حل کنیم؟ آیا جهانبینی میتواند راهگشای ایدئولوژی باشد؟ آیا بین جهانبینی و ایدئولوژی رابطه منطقی وجود دارد؟ آیا بین مفهوم هستها و بایدها رابطه ای هست یا نه؟ پیداست که ما در این بحث قرآنی نمیتونیم به حل این مسائل دقیق فلسفی بپردازیم و اینها را موکول میکنیم به فرصتی که اگر خدای متعال توفیق بده در زمینه‌های فلسفی مطرح کنیم. ولی اون چه به عنوان نتیجه اون بحث ها در اینجا روش تکیه می کنیم، به عنوان یک نتیجه فلسفی برای توضیح عقلانی مطلبی که از آیات کریمه قرآن استفاده می شید. توجه داشته باشید که ما نمی خواهیم قرآن را بر اساس مباحث فلسفی و عقلی تفسیر کنیم. مفاهیمی که از آیات کریمه به دست میاد خود اونها احتیاجی به مبانی فلسفی نداره، ولی اگر خواستیم محتوای این مفاهیم را در شکل مسائل فلسفی عرضه کنیم، اون وقت سوالاتی برای ما مطرح میشه که ناچار پاسخشم را باید بر اساس مباحث فلسفی داد. به عبارت دیگه جای این نیست که ما از قرآن سوال کنیم که آیا بین جهانبینی و ایدئولوژی رابطه‌ای هست یا نیست. این بحثی است فلسفی، قرآن کتاب فلسفه نیست.
اما ممکن است ما از آیات کریمه قرآن به دست بیاریم که در مواردی از چنین رابطه‌ای استفاده شده و اجمالاً بفهمیم که قرآن چنین رابطه‌ای را لحاظ کرده و معتبر دانسته. اون وقت در صدد توجیه فلسفی این رابطه بر بیاییم. نظیر این که فرض بفرمایید وقتی خدای قرآن کریم وجود خدای متعال و توحید ذاتی و صفاتی و افعالی را بیان می کند، برای توجیه فلسفیش ما می تونیم برهانهای عقلی بیاریم. گاهی ممکنه خود قرآن هم ناظر به این بحث‌های عقلی باشه، یه استدلال عقلی را مطرح کرده باشه. گاهی ممکنه از قرآن خودش مطرح نکرده ولی به عنوان یک نظر فلسفی میتونیم ما مدعای قرآن را با استدلال عقلی اثبات کنیم. در مورد معاد هم عرض کردیم که برهان عقلی داره، خود قرآن هم اشاره به برهان عقلیش فرموده، یعنی یک بحث فلسفی را مطرح کرد. ولی اگر خود قرآن هم این کار را نکرده بود، ما حق داشتیم که مدعای قرآن را از راه برهان عقلی و فلسفی اثبات کنیم و در زمینه مناظره با خصم و کسی که منکر هست او را از راه دلیل عقلی محکوم کنیم. در اینجا هم اگر ما رابطه بین اونچه جهانبینی نامیده میشه با اونچه ایدئولوژی نامیده میشه بر اساس بحث های تطبیقی به دست آوردیم، اون وقت جای این بحث میمونه که ما بر اساس بحث های فلسفی این رابطه را توجیه کنیم و توضیح بدیم و اثبات کنیم. این نکته را روش تکیه میکنم به خاطر اینکه کسانی تصور نکنند که ما میخواهیم آیات قرآن را با فلسفه تفسیر کنیم. این تفسیر نیست. ما نمیگیم معنای این آیه چنین است چون در فلسفه فلان مطلبی اثبات شده. اگه یک کسی اینجوری بحث بکنه، این تفسیر قرآن است با فلسفه. ما هیچگاه برای به دست آوردن مفاهیم آیات چنین روشی را اتخاذ نمی کنیم. مفاهیم آیات را بر اساس اصول محاوره عقلایی تبیین میکنیم و با کمک گرفتن از آیات دیگه که اون هم خودش یکی از اصول عقلایی است. متد فهم معنا از لفظ متد فلسفی نیست. ما بعد از این که معنای آیه را با قرائن کلامیه و مقامیه به دست آوردیم، اون وقت جای این میماند که اگر یک مطلبی است از صنف مسائل فلسفی، با استدلالات عقلی و فلسفی هم اون را تبیین کنیم و این دیگه تفسیر لفظ آیه نیست. مفاد آیه را با متد دیگری به دست آوردیم، شکی در مفاد آیه نداریم، بعد میخوام این مفاد را تبیین عقلانی کنیم، اشکالی نداریم. این کار تفسیر قرآن به فلسفه نیست. چنون که اگر قرآن اشاره ای به یک مطلب علمی داشته باشه
چنان که به مناسبت‌های زیادی این کار را کرده. تا اونجا که مربوط به مفاد لفظ آیه میشه، ما حق نداریم از علم استفاده کنیم، بگیم چون در فلان علمی چنین چیزی اثبات شده پس معنای این لفظ این است. این روش غلطه، این تفسیر بلد. ولی بعد از این که معنای آیه را با اسلوبی که میبایست به دست آوردیم و مطمئن شدیم که معنای این لفظ همین است، بعد دیدیم این مطلبی را که از این آیه استفاده می کنیم از سنخ مطالب علمی است و در علم خاصی این مطلب بیان شده، و دیدیم اتفاقا نتیجه‌ای که در اون علم گرفته شده کاملا موافق با چیزی است که از این آیه به دست میاد. حق داریم ما مفاد این آیه را تبیین علمی کنیم، این غیر از تفسیر آیه هست به علم. اون چه میبایست ما همواره ازش پرهیز کنیم اینه که از غیر قرآن و غیر اصول معنای آیات کمک نگیریم، این کار ما را به بیراهه میکشونه، راهیست خطرناک. متد فهم معنا از آیه متد علمی و تجربی و فلسفی و چیزهای دیگری نیست. معنا را از لفظ باید با اسلوب خود خاص خودش فهمید. بعد از این که معنای آیه‌ای به دست آمد، اگر مسئله ای باشد از صنف مسائل فلسفی مثل توحید، مثل معاد، اون وقت ما حق داریم همون مفاد را با اسلوب دیگری از راه عقل اثبات کنیم. یا اگر مطلبی است مربوط به علم، ما حق داریم همون مطلبی که مطمئن شدیم مفاد آیه هست با نظریات علمی تأیید کنیم، تبیین کنیم. البته نه تأیید به معنای این که ما شک داریم در آیه، اون وقت باید تأیید بشه با علم، به معنای این که اطلاعات بیشتری در اون زمینه پیدا کنیم، از راه دیگری هم همون مطلب برای ما اثبات بشه. و دست کم این فایده را داره که برای کسانی که هنوز ایمان کافی به قرآن ندارن این حقیقت ثابت بشه که قرآن کریم در اون زمان افول علم و فلسفه چنین حقایقی را بیان فرموده. برای ضعفاء ایمان میتونه یک کمکی باشه که اطمینان بیشتری به حقایق قرآن پیدا کنند، و یا حتی کسانی که حقانیت قرآن برای اونها اثبات نشده و از روی جهل انکار میکنند، بعد از این که چنین حقایقی را دانستند اونها میتونند به کمک اینها بفهمند که این قرآن کتاب ساخته دست انسان نیست و اون منشأ ایمانشون میشه، کما اینکه بارها چنین چیزهایی در تاریخ اتفاق افتاد. باز هم تأکید میکنم مسئله تفسیر قرآن با فلسفه و علم یک مسئله است ما همواره باید ازش پرهیز کنیم. مسئله تطبیق مفاد آیه بعد از اینکه ثابت شد مفاد آیه هست با مسائل فلسفی و علمی و تبیین آنها به وسیله مقدمات علمی و فلسفی مسئله دیگری است. این به هیچ وجه اشکالی نداره، بلکه منافعی هم میتونه داشته باشه. ما از بررسی هایی که در آیات کریمه قرآن کردیم به این نتیجه رسیدیم که قرآن بین عقاید حقه و بین اعمال
و ارزش‌های عملی و اخلاقی رابطه قائل. و حتی در بسیاری از موارد برای تبیین یک بحث یک مطلب اخلاقی یا حقوقی اشاره به یک واقعیت هایی می کنیم که این حاکی هست از این که رابطه ای بین این مفاهیم ارزشی و حقوقی از یک سو و حقایق خارجی از سوی دیگه وجود داره. این مطلب قابل این هست که بر اساس بحث فلسفی ما این را تبیین بکنیم. اون دیگه ربطی به قرآن نداره، یعنی به عنوان تفسیر قرآن اونا نمیگیم. میگیم این چیزی که از قرآن به دست آمده با این بحث فلسفی قابل تبیینه، ولی الان نه در صدد این هستیم که این گونه آیات رو بررسی کنیم و نه در صدد اون هستیم که تبیین فلسفیش کنیم، چون هر دو اینها از موضوع بحث فعلی ما خارجه و در این بحث های فشرده نمیتونیم به این مسائل ظریف بپردازیم. ما بر اساس بینشی که قرآن به ما عنایت فرموده و به برکت قرآن به دست آوردیم به این نتیجه میرسیم که اخلاق اسلامی مبتنی هست بر شناخت واقعیت هایی که تا این واقعیت ها درست شناخته نشه اخلاق اسلامی قابل تبیین فلسفی نیست. و خود قرآن هم به این روابط کم و بیش عنایت دارد و از بسیاری از آیات میشه این رابطه را به دست آورد. این ادعای اجمالی ماست، تفصیلش و اثباتش در گروه توفیق بیشتری است که خدای متعال برای تفصیل این گونه مباحث مرحمت کند. پس اهمیت شناخت کمال نهایی انسان نه تنها از راه ارضاء حس کنجکاوی و حقیقت طلبی ماست، بلکه بیشتر از این جهت است که شناختن این هدف در تعیین مسیر و در انتخاب سیستم اخلاقی خاص مؤثره. بر اساس مقدماتی که عرض کردم نتیجه گیری سهل خواهد بود، یعنی ما میتونیم بگیم که نظر قرآن کریم در باب کمال نهایی انسان اینه که انسان باید از مسیر اختیار آزاد و آگاهانه خودش یکی از دو مسیر کلی را انتخاب کنیم که یکی از این دو مسیر منتهی به کمال نهایی او خواهد شد، اون کمالی که میبایست به او برسید و ارزش این را داره که پیگیری کنیم و مفاهیم ارزشی اسلام در رابطه با اون کمال نهایی که برای انسان تعیین شده و مقدر شده شکل میگیره. به عبارت دیگه هر گونه فعالیتی که در جهت رسیدن به کمال نهایی ما باشد ارزش مثبت خواهد داشت و هر گونه فعالیتی که در جهت دور شدن از هدف نهایی و به سوی قطب مخالف کمال نهایی ما باشد ارزش منفی خواهد داشت. و اگر فرض بشه عملی
خونسا بی تفاوت نه تأثیری در تکامل ما داره و نه تأثیری در انحطاط و تنزل ما. اگر چنین چیزی فرض بشه، چنین عملی هم از نظر ارزش اخلاق اسلامی خونسا خواهد بود، یعنی بی ارزش است، نه ارزش مثبت داره نه ارزش منفی، نه جزاء خیر داره نه کیفر و عذاب داره. این مطلب کلی را ما میتونیم به دست بیاریم و همین است پایه فلسفه اخلاق اسلامی اونطور که ما از قرآن کریم و سایر مدارک اصیل اسلامی به دست میاریم. پس ما باید همواره سعی کنیم این هدف را هرچه بیشتر روشن‌تر واضح‌تر بشناسیم، ابهام‌هایی که در این زمینه هست بزداییم، توجه به این مطلب بیشتر داشته باشیم تا اقدامات ما آگاهانه‌تر باشه، از این مطلب غفلت نکنیم که هدف نهایی ما چیه، چون غفلت کردن از این حقیقت مساوی است با لوازم انحرافیش در عمل. حالا ببینیم این کمال چه ویژگی هایی داره. از جمله ویژگی هایی که این کمال داره، همونطور که بر اساس بحث های سابق به دست میاد، این است که امریست جاودانی و کمالات دیگه به هر صورتی کمال نامیده بشه مقدمه هست برای حصول این کمال نهایی. اگر اون کمالات از سنخ حقایق تغییر پذیر و واقعیت های متغیر هستند، اونها هدف نهایی نخواهند بود. پس یکی از ویژگی های کمال نهایی این است که ثابت و تغییر ناپذیر. دوم این که این کمالات جوری است که از مسیر انتخاب آزادانه و آگاهانه انسان حاصل میشه، چیزی که آزادی و آگاهی ما به هیچ وجه درش مؤثر نباشد موجب چنین کمالی نخواهد شد. ممکن است مقدمات زمینه ها به طور غیر اختیاری فراهم شده باشه و در بحث اختیار توضیح دادیم که معمولا اکثر مقدمات، اکثر قریب به اتفاق مقدمات غیر اختیاری است، ولی جای اعمال اختیاری نهایتا درش باقی هست. اگر فرض کنیم یک امری که هیچ جای اعمال اختیار درش نیست، 100% جبری و غیر اختیاری است، چنین چیزی در اون کمال نهایی ما مؤثر نخواهد بود، مگر به عنوان مقدمه ای و شرطی که برمیگرده به همون عرض قبلی که از اون جهتی که اختیار بهش زمینه میشه مؤثر خواهد بود. بنابراین اگر ما یک نوع کمالاتی داشته باشیم، فرض که خدادادی محض است و جای هیچ گونه کسب و اکتسابی در اونها نیست، جای هیچ گونه اعمال اختیاری در اونها نیست،
خود اونها به تنهایی منشأ سعادت آخرت نمیشه. اگر یک کسی یک هوش خدادادی داشته باشه، این هوش یک کمالی است، یک مرتبه کاملتری از وجود است. وقتی نسبت به موجود بیهوشی بسنجیم، این موجود بدون شک کاملتره. اما اگر این هوش صرفاً خدادادی باشه و ما هیچ نقشی در پیدایشش و رشدش نداشته باشه، صرف این که یک کسی باهوش است در آخرت نمیبرنش تو بهشت. بهشت را میگم به خاطر اینکه هم مفهوم قرآنی است و هم سمبل سعادت انسانی است. اما سمبل نه این معنا یعنی واقعیت نداره، یعنی نمونه. کسی به مجرد این که آدم باهوشی است، این هیچ ملاک بهش رفتن و سعادتمند شدن نمیشه. و کسی صرفاً به خاطر اینکه کمهوشه، این جهنمی نمیشه. بلکه همون آدم هوشمند ممکنه از هوشش سوء استفاده کنه و بر انحطاط و تنزل و شقاوتش بیفزاید. نمونه های فراوانی هم در صدر اسلام و هم در زمان خودمون داشتیم و میشناسیم که احتیاج به ذکر نداره. و اساسا کسانی که مراتب بالاتری یا به تعبیر دقیق تر پایین تری از شقاوت را حائز شدن، اینها حتما از هوش بیشتری برخوردار بودن و لا قدرت اون همه جنایت نمی داشتن. به همین دلیل علم هم به تنهایی به اون معنا که آگاهی از یک واقعیتی است، این هم خود به خود ملاک سعادت یا شقاوت نمیشه، مگر از اون جهتی که علمی اکتسابی باشد، طریق اکتسابش قابل این است که طریق حق باشد یا باطل، به نیت حقی اون علم تحصیل شده باشد یا نیت باطلی، اون علم در راه صحیحی به کار گرفته شود یا در راه باطلی، از این جهات میتونه مؤثر در سعادت نهایی ما یا شقاوت نهایی ما باشه. اما خود علم از اون جهت که یک آگاهی است، دانستن، چه دانستن مربوط به حسیات باشه چه مربوط به ماورای حسیات، اگر بی اختیار حاصل بشه و برای تحصیل اون ما تلاشی نکرده باشیم، نیتی نداشته باشیم نسبت به او، خود این به تنهایی ملاک سعادت ابدی یا شقاوت ابدی نیست. کسی را صرفاً از اون جهتی که آگاهی دارد، دانش دارد، نمیبرند در صدر بهش بنشونند. ممکنه از اون جهتی که تحصیل علم برای خدا کرده، که در اونجا جای اختیار او هست، از این جهت بهشتی بشود، یا به واسطه اینکه علمش را در راه شیطان به کار گرفته جهنمی بشه. اما این حیثیت مال همون عمل اختیاریش. فرض کنید آدم چشمش باز بشه چیزی را ببینه بی اختیار و بداند که فلان چیز در فلان جا هست. خب این یه دانستنیست یا آگاهیست. این نه انسان را بهشتی میکنه نه جهنمی. بستگی داره به اینکه این آگاهی را در چه راهی به کار بگیره. اما اگه با اختیار خودش چشم باز کرد، دنبال دیدن چیزی رفت، این میتونه، این حرکت اختیاری، این تلاش اختیاری هر قدر ضعیف باشه، منشأ
یک اثر اخروی جاودانی بشی، یا گناه باشد موجب عذاب بشی و یا اطاعت باشه و موجب ثواب بشی. پس از ویژگی های کمال نهایی انسان این است که از مسیر اختیار آزاد و آگاهانه انسان حاصل میشی. چیزهای دیگری هم هست که دیگه وقت تمام، انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی خواهیم قرار داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.